اغلب والدین با غذا نخوردن کودکان کم سنشون مشکل دارن. اگر شما هم این مشکل رو دارید تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. سلام عزیزان، وقتتون بخیر باشه. اغلب والدینی که مراجعه میکنن به مطب و کلینیک از غذا نخوردن کودکانشون شکایت دارن و نگران این مورد هستن. اینا معمولا در محدود سنی 1 تا 3 سال بچه ها به خاطر اینکه جهش های رشدیشون رو از دست میدن به صورت طبیعی کم غذا میشن. از طرفی علل خاصی هم وجود داره در روند تکاملی اونها که باعث میشه این بی‌اشتهایی گاهی بیشتر بشه. یکی از مهمترین اونها معمولا تزریق واکسنایی که در این سن ها اتفاق میفته و عوارض اون ویروس ها و میکروبایی که در واقع طریق واکسن وارد بدنشون میشه میتونه یه دوره بی‌اشتهایی براشون ایجاد کنه. اغلب بچه ها دچار دردهای لثه به علت تورم و دندون در آوردن هستن و اینها باعث میشن که در واقع جویدن غذا براشون سخت باشه و تمایل نداشته باشن غذا بخورن. یکی از عادتهای بد بچه ها معمولا به علت وابستگی که به مادر خصوصا دارن ممکنه تغذیه بیش از حد با شیر مادر یا حتی شیر خوش داشته باشن و در واقع کالری مصرفی خودشون رو از اون طریق تامین میکنه و این باعث میشه که بچه ها تمایلی به غذا خوردن نداشته باشن. از علل دیگه بیخوابی و یا نامنظم خوابی بچه هست. بچه ها معمولا دیگه 8-9 شب باید بخوابن، هورمونای رشدشون تغذیه بشه و یه خواب خوبی رو داشته باشن و حداقل شب باید 5 ساعت خواب پیوسته داشته باشن. اینکه بچه‌ها دائما بیدار بشن و به دلایل مختلف خوابشون به هم بریزه و یا تغذیه با شیر شبانه داشته باشن یکی از بدترین و در واقع میشه گفت مهمترین عللی است که باعث میشه بچه‌ها بی اشتها بشن. بچه‌هایی که سر ساعت خاصی نمیخوابن و معمولا شب و تا نیمه شب با والدینشون بیدار هستن و از اون ور شب رو میخوابن و تا نزدیکای ظهر این خواب ادامه داره، خب این به هم ریختن ریتم طبیعی بدن باعث میشه که بچه‌ها وعده‌های غذایشون رو به موقع نخورن و خودش یک عامل بی‌اشتهایی بشه. گاهی وقتا به دلیلی که بچه‌ها چیزی نمیخورن یک دلسوزی بیماری یا توسط بزرگترهای خانواده برشون اتفاق میفته و سعی میکنن که با تنقلات در حد بیسکویت، کیک، کلوچه که هیچ خاصیت غذایی برای بچه ها نداره و فقط حاوی مواد قندی زیادی هست و یک سیلی کاذب میده و میتونه در آینده باعث بروز بیماری هایی که مربوط به قند و دیابت هست بشه براشون رو در واقع سعی میکنن که جبران کنن که این کار اصلا صحیح نیست. بنابراین باید توجه کنید که بچه ها احتیاج به روتین دارن، احتیاج به برنامه منظم در زندگی دارن، هم از این طریق که تغذیهشون مناسب میشه، همین که اینها رو فردی منظم و مسئولیت پذیر برای آینده تربیت خواهید کرد. اگر از کودکی به این مسائل توجه نشه طبیعیه که با همین روند اشتباه بچه ها بزرگ میشن و در واقع مشکل پیدا میکنن. یادتون باشه که بچه ها بعد از 1 سالگی تنها به 3 وعده شیر در روز نیاز دارن و اصلا نیاز به تغذیه شبانه با شیر ندارن. اگر کودکی هست که هنوز تغذیه شبانه با شیر رو داره، این به خاطر هست که از بعد از 6 ماهگی اقدام به قطع شیر شبانه نکردید و در این سن که دیگه اوج اضطراب جدایی و وابستگی به والدین خصوصا مادر هست باعث میشه که اختلالاتی در تغذیه و خواب اونها ایجاد کنه. یکی از روش‌های اشتباه تغذیه کودکان تغذیه در محیط شلوغ و پر سر و صدا همراه با موزیک، موبایل و یا تماشای تلویزیون، کارتون توسط بچه ها هست. مغز وقتی تمرکز روی غذایی که داره میخوره نداره طبیعیه که سیری رو نمیشناسه و در واقع گاهی باعث پرخوری و گاهی کمخوری بچه ها میشه. بچه ها باید موقع غذا خوردن علاوه بر این که بهشون اجازه بدید این استقلال شخصیتی رو پیدا کنن، خودشون غذاشون رو استفاده کنن و بخورن، باید در محیط آرومی باشه و در اون مرحله تنها تمرکز بر غذا خوردن باشه و
در یک محیط شلو هر چیزی میتونه توجه بچه ها رو در واقع به هم بریزه و اونا اون تمرکز رو نداشته باشن. بنابراین مهم هست که حتما بچه ها در یک محیط آروم و کم سر و صدا قدرشون رو بخورن و به زور توسط فیلم و موزیک و بازی و یا ادا در آوردن افراد در خانواده که بخواد قضاشو بخوره این اتفاق نیفته. یاد اون باشه که بچه ها به اندازه وزن خودشون قرار غذا بخورن، نه به اندازه سایر اعضای خانواده. اگر پزشکتون تایید میکنه که نمودار رشد نمویی کودکان خوب هست و نظر وزنی مشکل نداره، سعی کنید که این حساسیت بیمورد روی غذا خوردن ها رو کنار بگذارید و سعی کنید یه الگوی منظمه غذا خوردن رو داشته باشید. در این حال بچه ها معمولا در کنار همسن و سالهای خودشون و یا جمع خانواده وقتی غذا میخورن غذای بیشتری میخورن که این هم یه راهکاری هست که میتونه به شما کمک کنه که در واقع بخواید تغذیه بچه ها رو بهتر بکنید. و دقت داشته باشید که در خانواده هایی که مرفه و مواد غذایی به اندازه کافی در اونها به صورت متنوع وجود داره، معمولا بچه ها دچار کمبود ویتامین نمیشن و یکی از اشتباهاتی که معمولا اتفاق میفته استفاده بیش از حد از مکمل های ویتامینی هست و در واقع پدر مادر رو دنبال یک راه معجزه میگردن که اون شرایط رو در واقع برطرف کنن. خود مصرف ویتامین های بیش از حد و تجمع اونها در بدن میتونه برای مغز احساس بی‌اشتهایی و در واقع حالت تهوع همیشگی رو ایجاد کنه. بنابراین سعی کنید اصول رفتاری رو در خانواده درست کنید، نه اینکه به زور ویتامین های مختلف در واقع بخواید شرایط رو بهتر کنید، که چرا که این موارد معمولا اثرات گذرا و موقتی دارن و تا در واقع اشکال اصلی برطرف نشه مشکل حل نخواهد شد. اگر چنانچه عزیز دارید که مشغول مراقبت از کودکشون هستن، اطلاعات این ویدیو رو با اونها به اشتراک بگذارید تا اونها بتونن مشکلاتشون رو ریشه یابی کنن و حل کنن. شاد و پیروز باشید.